دعوت میکنم از کمدین شقایق دهقان. ممنونم، سلام عرض میکنم، امیدوارم حال همگی خوب باشه، خیلی خوشحالم. سلام. حال شما چطوره؟ عالی. حال من چطوره؟ عالی. حال بیننده های توی خونه چطوره؟ عالی. حال آقای جوان چطوره؟ عالی. حال بچه های پشت صحنه که اینقدر زحمت میکشن؟ عالی. الهی شکر. راستش من اول روز پدر تبریک بگم به همه پدرهای عزیزی که اینجا حضور دارن، به پدرهای محترم و نازنین کشورم، مردهایی که طعم پدر بودن و تجربه کردن، و طلب و آمرزش میکنم برای روح پدر خودم و همه پدرهای عزیز از دست رفته. من امروز اومدم که داستان زندگی خودم رو تعریف کنم، که خب از اونجایی که همه دخترها قهرمان زندگیشون پدرهاشون هستن، منم و همچنین پسرها، حالا فرقی نمیکنه، ولی خب دخترها به هر حال همیشه یه رابطه خاصی با پدر رو دارن، میخوام از پدرم شروع کنم که قهرمان زندگی من بوده، و از آشنایی پدرم با مادرم. بحبه. پدر من، بله، زمان سربازی خیلی هیجان‌انگیز. زمان سربازیش از تهران میره استان چهارمحال بختیاری که مادرم اونجا به دنیا اومده و بزرگ شده بوده. خانواده مادری من اهل چهارمحال هستن و اونجا معلم بوده، یعنی اون زمان مثل این که زمان سربازی، حالا مثلا اینا به اینا سپاهی دانش میگفتن، سربازهایی بودن که میرفتن تدریس میکردن توی روسا، و معلم خالم میشه و اینطور میشه که با مادرم آشنا میشه. مادرم 17 سالش بوده که با پدرم ازدواج میکنه. پدرم مادرمو از یک روستایی تو چهارمحال میبره آلمان. یهو. وقتی یه چیزی که عجیبه که در مورد من و خواهر برادرم وجود داره اینه که خواهر بزرگ من متولد اصفهانه، من متولد آلمانم، خواهر کوچیکم متولد بهشهره، برادرم متولد ساریه. و حالا میخوام اینو، چون خیلی وقتا مصاحبه کردم و گفتم میخوام راز این، یعنی ما تو خانواده فقط یک نفر متولد تهران داریم، اونم پدرمه. پدر من خیلی آدم فنی بود. موقعی که من خودم می‌خواستم ازدواج بکنم، خب شوهر من هم نویسنده است، هم طراح صحنه است، بعد پدر من فکر کرد که خب یک مرد کاری خیلی فنی من پیدا کردم به عنوان همسرم برای زندگی، دیگه خبر نداشتش که قراره چه اتفاقی بیفته. یه دفعه من یادمه که همسر من واسه صحنه یه کمدی سفارش داده بود، می‌خواست ببره سر صحنه موقعی که ما نامزد بودیم، و اومد خونه ما این کمد با خودش آورد. بعد من گفتش که ببین خیلی خوب شد، الان برو به بابات بگو که من اینو ساختم، فقط خیلی طول کشید، تو یک روب مجبور شدم که اینو بسازم، که ثابت بکنه که خیلی آدم فنیه. یکی دیگه از ویژگی‌های بابای من این بودش که خیلی قناعت می‌کرد و خیلی سعی می‌کرد که به ما قناعت کردن رو یاد بده، خیلی زیاد. مثلا اینکه یه زمان، خب مثلا بچه‌ها تو مدرسه ما چطور همه کوله پشتی داشتن، بابای ما میرفت واسه همه ما، واسه ما چهارتا یه دونه کیف چرمی می‌گرفت از این دسته داره و میگفت این جنسش خوبه، محکمه. و ما سال‌ها بعد با همون می‌رفتیم مدرسه. به ساعت مثلا اعتقاد داشت، گفت بچه ساعت می‌خواد چیکار، سر یه ساعتی میره مدرسه، سر یه ساعتی برمیگرده، اصلا که این قشنگه رو دست آدم باشه، نه کفشم تا وقتی که پاره بشه، یعنی که تازه اگرم تابستون بود میگفت خب هوا میخوره اشکال نداره، باد خنک میمونه. بابای من خیلی دست و دلباز بود و خیلی مهمون نواز بود، خیلی زیاد به طرز عجیب، و همیشه یک عالمه آدم تو خونه ما بودن، ما همیشه مهمون داشتیم. و حالا مثلا اینو تصور کنین که پدر من و مادرم چهارمحال زندگی کردن، آلمان رفتن و شمال هم زندگی کردن، این مهمونا یا از شهرستان میومدن یا از خارج از کشور، یه موقع همه با هم، یعنی ما توی خونه همزه، و ما مثلا دو تا اتاق داشته که بقیه اتاق مهمان بود که مهمانامون اومدن مثلا اونجا اتاق داشته باشن، بعد مثلا ما سه تا خواهر تو یه دونه اتاق بودیم واسه اینکه مهمونا اتاق داشته باشن. و خب فکر کنین که مثلا چند تا لهجه و چند تا زبان همزمان تو خونه ما داشت، همینطور صحبت میشد. پدر من زمانی که رفت توی بخش آیشو که دیگه خیلی، یعنی دیگه از اون بخش بیرون نیومدن، آخرین جمله‌ای که بابای من بهم گفت، این ماسک رو صورتش بود، یه لحظه ورداشت، ماه رمضون بود دم افطار، به من گفتش که صحبتم نمیتونست بکنه برای اینکه مشکل سرطان تیروئید داشتم و
گلوش خیلی اذیت میشد، به من گفتش که برو 2 کیلو شیرینی بخر واسه بچه های اینجا بیار، که من دویدم، یعنی من چون میدونستم که بابا هی میره تو کاما هی برمیگرد، دویدم رفتم یه خیابون بالاتر 2 کیلو شیرینی خریدم آوردم، بعد به بابا نشون دادم گفتم بابا من شیرینی ها رو گرفتم. بابام گفتش که چششو بس، گفت خیالش راحت شد و بس و تموم شد. یعنی آخرین چیزی که پدر من بهم گفت، یعنی تا لحظه آخر داشت اینو به ما یاد میداد که باید به بقیه محبت بکنیم، و اینکه خیلی راحت رفت پدرم، یعنی انقدر مرگو برای ما آسون کرده که همطور واسه پسر من، برای اینکه پسر من خب بابا 3 سال پیش تابستون مرداد میشه 3 سال و پسر من حدود 5 سالش بود، خیلی رابطش با پدرم صمیمی بود، من خیلی آمادش کردم و با مشاور صحبت کردم که چطوری آمادش بکنم برای مرگ پدرم. اینقدر رفتار پدرم در آرامش بود و اینقدر هیچ نگرانی نداشت که داره میره، برای پسر منم همینطور شده. پسر من خیلی فکر میکنه که مرگ یه اتفاقیه که حتما آدما از اینجا میرن یه جای خیلی بهتری. بعد چند وقت پیش مادر همسرم یهو فشارش رفت بالا و زنگ زدن به ما که اینو بردیم بیمارستان و بدوین بیاین، و شوهر من رفت سریع حاضر شد، ما هم حاضر شدیم که بریم. یهو نویان پسرم اومد دم در گفتش که بابا نگران نباشی، یا بابایی هم بابای من بابایی هم رفت بیمارستان مرد. بعد میرم اونجور میگه نه. و اصولا میگم خیلی راجبه مرگ راحت صحبت میکنه. امیدوارم که من خودم به عنوان یه مادر همیشه اینو در نظر دارم، کاری که پدرم چه توی زندگی کرد چه دم رفتنش با ما کرد، که همیشه بابای من به من میگفتش که تا منو داری از هیچی غصه نخور، تا منو داری خیالت از همه چی راحت باشه. یه چیز دیگه هم دوست دارم تعریف کنم که یه دفعه تعریف کردم ولی دلم میخواد دوباره تعریف کنم. من شعر می نوشتم، حالا فکر کنیم مثلا تو سن 9 سالگی 10 سالگی شعر می نوشتم و برای یک عده مهمونی من باید اینا رو و بابای من گفت ساکت ساکت ساکت، شقایق من میخواد شعر بخونه. بعد من می خوندم ای خدایی که پروانه ها را آفریدی. بعد تو اون نگاه ها که همه مثلا علی یادم میاد همه اینجوری بودن که وای این بچه لوسشونه چرا بر نمی دارم ببرن، تو اون همه نگاه فقط نگاه پدرم رو یادم میفته که همچنین هیجان زده من نگاه میکرد و هی نگران که نکنه من الان یادم بره. امیدوارم که خدا روی همه پدرها رو قرین رحمت بکنه، امیدوارم که همه پدرهای نازنین رو سلامتی ببخشه و برای همه آرزوی موفقیت دارم. خیلی ممنونم از اینکه به من فرصت دادید. خیلی ممنون. متشکرم. قطعا رویشون شاده وقتی میبینن که دخترشون میاد دقایق قابل توجهی جلوی همه میسته و همه دوستش دارن و همه براشون حرفای میزنه که همه هم میخندن، هم احساساتی میشن، هم به فکر فرو میرن و این قطعا خوشحاله. الهی شکر. از این که میبینه شقایقش بزرگ شده ولی همچنان پر انرژی و سرحال و قبراقه. روشون شد. متشکرم. متشکرم. خانم آقایون، شقایق دهخان.